19 سال از قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران در حکومت پهلوی میگذره. او در ششم ماه اوت سال 1991 توسط گروهی از عوامل جمهوری اسلامی در منزلش در پاریس به قتل رسید. به مناسبت 19 سالگرد ترور دکتر بختیار، دیروز با دخترش فرانس بختیار گفتگویی داشتم و از او درباره خاطراتش از پدر پرسیدم. این نخستین مصاحبه خانم بختیار با یک رسانه فارسی زبانه. لازم به ذکره که این گفتگو به صورت کامل هفته آینده از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا پخش خواهد شد. در اینجا توجه شما را به بخشی از آن جلب میکنم. از دکتر شاپور بختیار به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود. مردی که سالها شجاعانه و مصرانه برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی و رهایی ایران از بند استبداد تلاش کرد و چندین سال در زندان بود. از فرانس بختیار، دختر شاپور بختیار، در مورد خاطراتش از دوران بازداشت پدرش پرسیدم. پدرم همونطوری که همه میدونن مخالف رژیم بود، برای اینکه رژیم قانون اساسی رو اجرا نمی کرد و این موضوع برای پدر من خیلی مهم بود. تمام مدت با جبهه ملی وقتی که جلساتی داشتن که هر هفته من یادم منزل یک نفر بود، هفته یه دفعش هم منزل خود ما بود و گاهی وقتا هم این جلسات طولانی تر می شود، جاهای دیگه مثل جلالیه یا جاهای دیگه بود. بعد پدرم می دونست که اشکال پیدا خواهد شد و همینم می شود. بعد از مدتی دو نفر می آمدن در خونه ما، خیلی مؤدب می نشستن خونه ما، چایی می خوردن، پدر منم چمدونش حاضر و می گفتن بفرمایید آقای دکتر شما بازداشت هستین. این مرتب زندگی ما بود، ولی خب چون زندگی بود که بابا میخواست، خیلی عقیده داشت و ما اونو خیلی خیلی زیاد قبول داشتیم. ایشونو ما همیشه حمایت کردیم با وجود اینکه زندگیمون گاهی وقتا خیلی مشکل میشد بدون ما. از خانم بختیار در مورد زمانی که پدرش سمت نخست وزیری را پذیرفت پرسیدم. در اون زمان خیلی شهر شلوغ بود، نخست وزیرا تونتون می آمدن سر کارو عوض می شدن. پدر من هیچ وقت خیال نداشت نخست وزیر بشه و این موضوع خیلی سرعت گرفت، به طوری که حتی پدرم وقت نداشت موضوع رو بشینه با ما قشنگ صحبت بکنه. چند بار ما فهمیدیم که ایشونو ماشین می آمد عقبشون، رفتن دربار و برگشتن، تا یه روزی این موضوع رو مطرح کردن و گفتن که از من خواستن که قبول بکنم که نخست وزیر بشم و فکر میکنم اگه این شغل رو قبول کنم بتونم نجات بدم این شلوغی ها و فکر میکرد که جبهه ملی پشتشه. متاسفانه این کاملا اشتباه بود، جبهه ملی اصلا پشتش نبود. تلاش‌های شاپور بختیار برای آرام کردن اوضاع و نجات ایران از بند استبداد در شور و هیجان انقلاب گم شد. سرانجام پس از مدتی مخفیانه زیستن در ایران به پاریس رفت. به گفته دخترش فرانس در آنجا هم به مخالفت با رژیم پرداخت، ولی این بار رژیم جمهوری اسلامی. من همیشه به پدرم میگفتم شما چرا با هر رژیمی مخالفین؟ بعد خیلی صادقانه جوابمو میداد، تو به من بگو این رژیم درسته یا اون رژیم. من این رژیم رو به این دلیل و دلایل خیلی محکم میآورد مخالفم، این رژیم رو که اصلا قبول نداشت که هیچی. بنابراین خب من بهش حق میدادم و همیشه به خمینی میگفت اون موقعی که نخست وزیر بود، مثل دو تا انسان بیا بشینیم با هم صحبت کنیم و حل کنیم. اون تا نشد.
سرانجام در تاریخ ششم ماه اوت سال 1991 میلادی دکتر شاپور بختیار به همراه سروش کتیبه دستیار جوانش در خانهش در پاریس به دست افرادی که به گفته دادگاه از فرستادگان رژیم جمهوری اسلامی بودند به قتل رسید. خیلی آدم خوبی بود، جوان خوب، خدا بیامرزدش. واقعا حیف شد این جوان، این نباید میرفت، این گناهی نداشت. در ماه مه سال 2010 دادگاه فرانسه حکم آزادی علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار را امضا کرد و او پس از 18 سال بازداشت به ایران بازگشت. در 19 سالگرد ترور شاپور بختیار از دخترش فرانس احساسش نسبت به این مسئله را جویا شدم. بعد از سال 1991 که پدرم رو کشتن، دوباره آزادی وکیلی راد عیناً کشته شدن پدرم دوباره است. مثل اینکه هر کی از طرف جمهوری اسلامی مأمور میشه که بیاد یک کسی رو ترور کنه در فرانسه، یه مقداری چند سالی میره زندان، بعد آزاد میشه و مثل یه قهرمان وارد ایران میشه. درست همین اتفاق برای آقای وکیلی راد شد. آمد کارشو انجام داد، دستوری که از ایران داشت. البته وکیلی راد کسی نیست، یه مترسکه، این نبود یکی دیگه رو میفرستادن و آزاد شدن وکیلی راد خیلی 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 زیاد ضربه بزرگی برای خانواده بختیار و خیلی ایرونیا بود. نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خود را می توانید از طریق این صفحه در فیسبوک مستقیم با من در میان گذارید. نوشته ها، خوانده ها و حتی ویدیوهای خود را نیز می توانید از طریق صفحه نوشته ها و خوانده های شباهنگ برای ما ارسال کنید. همچنین می توانید مرا در توییتر با این آدرس دنبال کنید.